سلام مدبکس، چه شو چالم، خیلی خوش اومدید به مدبکس کانال خودتون. بریم سراغ ترند های اینستاگرام. خوش برگشتیم به کانال خودتون. یه ویدیو برای ما فرستادین از ترند های خنده داره اینستا. بله. بریم ببینیم که به چند تاش میخندیم. من البته فردا که من میخندم. بله، من که میخندم. تو باید ببینیم که بعد تو این مسابقه های سعی کنه خندیم شو برنده تو. آره، به خاطر اینه که من میترسم این مسابقه رو، ولی چند روز دیگه فکرم اپلود میشه. آره، برو بریم. تو بذار باجه بغلی بگیرم. خداحافظ. زده بود انتقام یه ملت رو از کارمندای بانک گرفتم. در خدمتم جان. سفارش داشتم. سفارش؟ چشم. کارمند بانکی؟ بله. مرض؟ نوبت گرفتی؟ نوبت؟ نوبت دمه در دستگاه. دستگاه؟ دستگاه خرابه. به کی سفارش بدم؟ باریسا رفته صبونه. ساعت 12:30. از شما اجازه بگیریم صبونه؟ نه، برای ما هم پیش میاد. شما بگیرید. چی میخوای؟ دو تا کاپوچینو، دو تا اسپرسو، دو تا چه خبره؟ زامن داری؟ زامن داره دقیقا مثل خود کارمندای بانک رفتار میکنه. میگه زامن داره این همه چیز میخواه. آره واقعا بانک هنه. آخه یه داستان هم هست، مخصوصا بانکای دولتی تو ایران فکر میکنم نمیتونی باشون اصلا مخالفت کنی. نه یعنی قدیم خیلی افتضاح. آره. الان نمیدونم. زامن داری؟ زامن؟ دو تا زامن، بازاری و کارمند، وگرنه جای نبات میتونم بهت بدم. سند دارم. سند اینجا چرا اومدی؟ کجا بدم؟ اون بعد کارشناسی اسناد، باجه بغل. کارشناسی اسناد از سوبونه. اون بالا زده باجه بغل. سند باید تجاری باشه. ندیدی تجاریه. بوداره، باید امضا بزنی. دو تا. خودکار با هم بده. نکش. ببخشید. جای زده. وای خیلی باجه بغل داره. امضا تطابق نره. باید بریم پیش رئیس شعبه. همین الان زدم. رئیس کجاست؟ معلومه یکیش دو نزدی. رئیس سبونه. سبونه که می خواهش رو قنع کرده. رئیس سبونه. سبونه. ناهار. ناهار؟ کارمند دولت نه من ناهار بخوره؟ حق با شماست. در خدمت. یه کارش بکن، خواهش میکنم. اینو یه کارش بکن. حالا دیگه رفیق شدیم دیگه، بذار سیستم رو چک کنم. سیستم قطع. خاموشه. چرا روشنش کنم؟ وقت خودتو نگیر. برو فردا صبح با مدارک کامل بیا. 18 تا عکس 3 در 4، 2 تا قدی، 3 تا از پشت. خیلی خوب بود. خلاقانه بود. خیلی کچلوار خوبی ها، خیلی دوستش دارم، ولی یه جوریه جلوش بسته نمیشه. چرا؟ علی جان امور زحمتش بکش. درست چیکار میکنه این؟ کتکشمونه. کتکشمونه. برای خواهش هم بشاره. آچی میگه کتکشمونه. کتکشمونه. این فیلم عفیه ترام داشتی میدیدیم. دارم گفت کیفکشه. کیفکش میگه یعنی دستیارو چه میدونم گلام چی میگن شاگرد یارو مثلا اینجوری. بعد پس بچه شفته و گفته بود که کتکه، گفته بود کیفکش، میگفتن فوشه تو آمادگی. واکنشم به کسی که میگه دوباره دارم مادر میشم. دوباره الان داغی نمیفهمی چی سرت اومده، این دفعه بجوری باختی، داری فرو میری تو باطلا، یه روز خودتو توش انداختی. پشمام آجی. این آره اونجا که خیام بهار ما رو میبینن بچه ها. نه بابا بچه ها ما هیچ آره. خبری نیست. برای کس دیگه رفت و آره. بخاریم خیام بهار که بورس این داستانه شیش میلیون. آره یه موقع اینجا جا ما رو دیدین ما برای خودمون نرفت. من و اونا رویت شدیم. آره. بعضی بچه ها فکر کردن که خبریه. نه من با کسی بودم که اونور خبری بوده و شاید من اینو داشتم برای اونور میخوندم. میبینی تنها کسی که میره سر کار بعد میبینه واقعا براش ریدن کیه؟ مسئول آزمایش کرد. بکنم از این نمیدونم برای چی هایی بچه میبینه که یا کیپای بیشتر دارن بفرستن ولی خفن بود. ما این نباید بخنم. میدونی روز سردار و حرم سرای ناصر الدین شاه چی نوشتن؟ یکی برای همه، همه برای یکی. اینم والو دیگه. باشه این راست میگه بابا.
دوتا شبک با هم بجنگن چی میشه؟ سبزوار. چی؟ سبزوار چون سبزن دیگه. دوتا شبک سبز با هم بجنگن میشه سبزوار. این ولی منم خندم اونقدر نبود. چی برنامه با حالی بسازم آره بعد گوجو که اینطوری بگیم نخندیم با حاله خیلی قویده با حالیه مثلا چهار نفر بگیرم برای بابام جوک تعریف کردم گفت فکر کردم داره بیخنده یا توف کرد تو سر خیلی دیجه دیجه آقا من این مساقو من بهش میبازم احتمالا چون پخ میکنی میخندم وقتی گروهی میرفتیم پای تخته هیچ کسی چی بلد نبود بفرست واسه هم کلاسی ها وقتی تو بیو پیجم مینویسه پیجش مینویسه قهرمان زندگیم شوهرم شوهرش سوسک دیده یه روز بود ورزشگاه آزادی نشسته بودیم گفتم 80,000 نفر اینجا جمعیت خیلی عجیبه بعد دوستان گفت چی عجیبه گفتم کفتر رید رو سر من 80 تا بدی نبود خنده نبود میدونستید موقعی که شهردار تهران میخواست تهران خوشگل تر کنه چیکار کرده واسهش تجریش گذاشته میدونید به کبابای خراب چی میگن او هنوز نگفته خندش گره به نظرم که یه با دیگه میدونید به کبابای خراب چی میگن نیازی نیست چیزی بگی جنجه جنجه وای خیلی بال بود جنجه جنجه خفنه رد سخت جنجه بر... بود. آره تو بر رو کنی پایه بسازی خیلی شدید بچه ها بفرستین جوک بر من آره. دو بفرستین نه یزید با من چی بفرستی من بگم یک دوتا بچه بیا روده کوچیکه با روده بزرگه دعواش میشه میگه برو بابا تو دیگه اسهال نظر نکن خنده خودش بالتر از جو که بود همینه مخواستم بگم این مثل من خندش اسم من بود خیلی قشنگ خندید دوست داشتم خندش با حال بود آره. یه روز دوتا فرش با هم دیگه دعواشون میشه پا میشن با هم دیگه پشتی میگه مثل مانا نمیخنده آره خندش خیلی باله مثل مانا میخنده یه بار نونا پارتی میگیرن همسایه‌شون میاد درشونو میزنه میگه چه خبره بابا یکم لواشتم یه روز بیبی و سرباز با هم میرن بوتیک از جنسا خوششون نمیاد میگم با اجازت ما میریم یه سور میزنیم برمیگردیم آجی خندیدن خود این بابو خندش خیلی باله یعنی جوکا خیلی مالی نی ولی خنده ها خفنه ما اصلا این بازی با مانا نباید بکنیم نه عجیب آره بعد این خنده ها چیزه عطای دلیه آره خورما ها وقتی دعواشون میشه ماها وقتی دعواشون میشه میزنن نخل همو در میارن یه روز یقه دیپلومات میرسه به یقه گرد میگه هوا خیلی سرده بریم یقه اسکی خودش اینقدر قشنگ میخندی آره زیبا میخندی آره. تایی دل میخندی و خانوم زیبایی بود به دل میشه اصلا خیلی آره قشنگ بود وقتی تو انباری دفتر خاطرات تو پیدا میکنی من به حضرت عباس اگه من تو به هم نرسیم من خودمو میکشم حالا یادش نمیاد خونه قلبت قایق من رفتنی بود توف کردی کاش از اول میدونستم قایق ای خدایا محمد کی بود ای بابا اصلا یادش نمیاد بال بود نه دوستش دیانی خیلی بال بود از همهشون بالده خنده خانوم بود آره بچه این کلیپ ها بازم برای ما بفرستین اگر که
دوست دارین ریاکشن اینجوری بریم روزایی آره. که حالا رپ فارس خلوت تر سعی می‌کنیم این فازی بریم یکم غم و غصه دوست داشتم با هم کم کن. دمتون گرم تا آخر ویدیو همراه من اونید تو بودید من بکس چشم چه آدم از هر جد دنیا مار بینید پر از آرامش باشین دوستتون داریم زیاد.